خب من حالا بعد از اینکه تنظیمات رو انجام دادم میتونم اون رو ذخیره کنم، اون رو ذخیره میکنم مثلا با شماره به اسم کلش کلش سیتینگ. خب سیتینگ کلاس سیتینگ اوکی، بعد اینجا می‌نویسم به عنوان ماجیکت دیگه. الان ماجیکت رو با همون مثل خود شرکت ماجیکت با ام سی نشون میدیم. از این بعد یادتون باشه ام سی یعنی ماجیکت. خب این رو ذخیره میکنم. خب یه گزینه داریم به نام ران کلاش چکینگ. این رو بزنیم، حالا من اینجا اوکی میذارم، انگار دقیقا اومدیم اینجا کلاش چکینگ رو زدیم، هیچ فرقی نمیکنه چه این رو اینجا بزنید چه بیاید موقعی که داخل پنجره کلاش سیتینگ باشید اینجا ران کلاش چکینگ رو بزنید، فرقی نمیکنه، همین پنجره باز میشه. خب حالا اینجا چند تا گزینه داریم که با هم این رو بررسی میکنیم. قبل از اون من لازمه که بیام و اوکی رو بزنم. حالا اوکی رو میزنم، پیش‌فرضش رو اینجا داریم ما. خب قسمت بالا نوشته اگر حالا گزارش داشته باشیم، حالا این گزارش به چه صورت باشه، حالا سیو بیاد پروژه رو، سیو کارنت ایشو فرست اند کرییت نیو ریپورتس، یعنی بیاد ذخیره کنه و یک ریپورت جدید برای ما ایجاد کنه. گزینه دوم یعنی اینکه بیاد یک ریپورت جدید بدون اینکه سیو کنه برای ما داشته باشه. ما هم گزینه اول رو در نظر میگیریم. قسمت رنج این قسمت تکراری هست، قسمت قبل پروویژن فور حالا بیلدرز ورک اوپنینگ توضیح دادیم راجع به این، سلکت آبجکت آبجکتی که انتخاب میکنه، کارنت اند لینک مدل پروژه جاری یا پروژه‌ای که لینک شده، current view همون ویوی که وجود داره داریم با هم می‌بینیم، select level level رو انتخاب می‌کنید و اساس level میاد کلش می‌گیره. مثلا level 1 رو می‌خواید، 2 رو می‌خواید که این خیلی فوق‌العاده است، این تو خود revit ما نداریم. select project یعنی بیاید پروژه رو انتخاب کنید. خب فقط بگم این قسمت بالا آبجکت بود، این پروژه است، فرقشون در نظر داشته باشید. یه گزینه داریم اینجا به نام اینفو، این هم خیلی جالبه. حالا دوستانی که کامل میتونن متن رو متوجه بشن و میتونن حالا ترجمه‌ای داشته باشن، بد نیست این متن رو هم بخونن و توضیح راجع به همین قسمت هاست. مثلا select object توضیح داده، current view توضیح داده، توضیح داده که مثلا این گزینه کلش بین چیا رو پیدا میکنه، بین دو حالا آبجکت مختلف و به صورت هارد و سافت و گزینه های دیگه. خب این اوکی میزنیم. خب بعد از اون در نهایت اینجا اوکی رو میزنیم، شروع میکنه برای ما کلش رو پیدا میکنه. تعداد کلش همون حالا فکر کنم زیاد باشه چون من کلش گیری نکردم. خب به صورت تمرینی هست این فایل، ببینید برای ما 116 مورد کلش پیدا شده که حالا قسمت بالا کلش ریپورتی که نوشته شده، نیو کلش 116 مورد، هارد کلش 116 مورد، سولد اون چیزی که حالا کلش که اومده برطرف شده، هیچ کلشی برطرف نشده، صاف کلش هم چیزی نداریم. خب حالا گزینه آپدیت کلش هم داریم، ما که انتخاب میکنید حالا آپدیت میشه، ممکنه شما کلش داشته باشید یا بعد از این کلش ایجاد بشه. خب اینها کلش های ما هستن، من روی هر کدوم کلیک کنم نوشته شده اینجا قسمت کامنت نام بین چی هست، ببینید لوله فولادی جوشی، واتسال فرنچی، لوله فولادی جوشی، هر دو پایپ آیدیاشون این هست. بعد میتونه بهتون نشون بده، این علامت شو المنت رو بزنید بهتون نشون میده. ببینید حالا من یه بار دیگه اینجا بزنم، اینجا ببینید
گزینه اول اینجا نوشت، این لوله با چی کلش داره؟ با این. ببینید این لوله همون لوله که ادامه داره با این کلش داره. خب گزینه بعدی ویو، ببینید به این شکل به شما نشون میده. موقع که موس رو نگه میداری تصویر رو براتون بزرگ میکنه. اون رنگ سبز حالا یک قسمت شماره یک میشه، مثلا لوله اون قسمت پایین لوله بعدی میشه. مثلا من بیام پایین تر، خب کلش های زیادی رو من انتخاب کردم، یه لحظه من این رو یه لحظه ببندمش، بیام یه گزینه رو از اینجا بردارم چون من الکتریکال هم در نظر گرفتم، زیاد شد کلش همون. بذارید بگیم ونتولیشن، با ونتولیشن خب اوکی رو بزنم. خب یه بار دیگه کلش چکینگ اوکی. کلاک سیتینگ ونتولیشن سلکشن بی. خب من پایپینگ هم اینجا اضافه کنم. خب این رو من بذارم فعلا روی همین سطح باش، اوکی میزنم. اوکی خب من یه لحظه دوباره اینجا فقط گزینه ریل رو بردارم که دیگه ریل نمایش داده نشه. کلش چکینگ. خب مثل اینکه فقط یک مورد رو بحث الکتریکال رو داشتیم. قسمت پایپی ما کلش زیادی داریم. خب اینجا نوشته شده بحث رو دامه بدیم، بیام پایین تر، بیشتر کلش همون قسمت پایپینگ هست. حالا چون اتصال برقرار نشده مشکل اینجاست. ببینید اینها رو هم به عنوان کلش شناخته شده. خب میام بالاتر، قسمت سورت بای بر اساس تایتل، استیتیوس، تایپ، لاست، آخرین. بعد شما میتونید اینجا ایزوله کنید. حالا ببینید به این شکل، مثلا من خیلی ابزار جالبیه، یه لحظه اینجا رو زوم اوت کنم، فقط اینجا رو میخواییم ببینید. ببینید ایزولیت رو بزنید، فقط اون کلش رو به شما نشون میده. همینجا راحت میتونید کلش رو برطرف کنید و دوباره از ایزولیت خارج کنید. یه گزینه دیگه انتخاب کنم، قسمت پایین اینجا مثلا. خب show and select all elements in topic انتخاب میکنید. ببینید اینجا به شما نمایش میده، حالا ایزولیت هم کنی به این شکل اینجاست. خب یه گزینه هم دارید add new view point. شما میتونید یک جا رو مثلا کلش دارید به شما نمایش نمیده، میتونید از اون تصویر عکس داشته باشید. خب من یه لحظه بیام اینجا رو مثلا خب انتخاب میکنم، بعد میام اینجا رو اینجا یه بار دیگه من مثلا خب این انتخاب کنم، فینیش رو بزنم. ببینید این قسمت، اون قسمت رو میاد عکسش رو برای ما میگیره. حالا میتونید این رو ادیت کنید. یعنی چی؟ اینجا بیاید و ادیت اسنپ شات پیکچر رو بزنید، میاد داخل نرم افزار پینت باز میکنه. حالا میتونید اینجا بیاید و حالا کلود ایجاد کنید، مثلا به این شکل، یا اینکه بیاید حالا هر شکلی که دوست دارید. حالا من رنگش قرمز میکنم، بعد اینجا رو میگم به این شکل، کلش مثلا بین داکت و حالا مثلا چیلر به ارتفاع افتاده، یا فرق نمیکنه یه تجهیزی اینجا داریم. خب این رو ذخیره میکنیم، میبندیمش،
این به عنوان اینجا کلش شناخته میشه. بعد میتونید این رو چیکار کنید؟ این رو اضافه کنید قسمت پایین. ببینید من ادو زدم، حالا این آتو رو اومده بر اساس اسم من داخل سیستم نوشته، مثلا به این شکل محمدی. تکست کامنت میذارید، میتونید بذارید فارسی هم میتونید بنویسید. این کلش از نوع برخورد مثلا کامل می باشد. خب بینشه میتونید به این شکل. خب یه بار دیگه اینجا میتونید بزنید دوباره ادیت کنید. بعد اینجا میتونید انتخاب کنید گزینه attach on attach viewpoint، میتونید attach کنید به فرمتون، به فرمی که اینجا وجود داره attach کنید یا attach نکنید، این دیگه با شما. خب بعد این نکته هم بهتون بگم، اینجا ما که ادیت میکنید مثلا حالا میایید اینجا به این شکل اینجا، حالا اینو میتونید ذخیره کنید. البته موقعی که سیو میزنید دقت کرده باشید روی فایلمون اعمال نشد، میتونید این رو فایل رو سیو از بگیرید بعد این تصویر رو ارسال کنید، ولی اینجا نمیتونید نمایش بدید. یه لحظه من آپدیت کلاشتو بزنم ببینید که اونم آپدیت باشه. این هم خودتون میتونید اضافه کنید در موقع کلاش، یه موقع نرم افزاری رو به عنوان کلاش نمیشناسه، شما میگه چی کار میکنید اون رو کلش در نظر میگیرید. خب من میام اینجا یه کلش رو برطرف میکنم. خب ادامه بحثمون رو برای قسمت بعدی